سلامتون میدارم، حالتون خوب باشه. من آمان هستم، خیلی خوش اومدیم به ریاکتیون. آقا تو این ویدیو قراره که بریم موزیک تنها نظر از سیروان خسروی گوش کنیم. سیروان خسروی که خیلی از شما میشناسین و نیاز به معرفی نداره، هم خودش هم داداش زانیار خیلی ساله که دارن با هم دیگه حالا فعالیت میکنن. حالا سیروان فکر میکنم زودتر از زانیار شروع کرده، حواشی خیلی زیادی داشتن تو این چند سال. خیلی فکر کنم سیروانم اگه اشتباه نکنم یه مدت ممنون کار شده بود و خیلی به این دو تا داداش واقعا میشه گفت ظلم دارن میکنن. خیلی آرتیست های با کلاس و باحالین، حالا به خصوص سیروان که دیگه اصلا واقعا هر چی در موردش بگیم کمه، به خصوص تو تنظیم و میکس مستر که دیگه واقعا خیلی آدم خفن و نمبر وان تو کارش. و معطل نمیکنم شما رو قبل از اینکه من ویدیو شروع کنم، حتما حتما چند لحظه وقت بذارید، چنل من سابسکرایب کنید، علاوه بر زنگ رو فعال کن، این ویدیو لایک کن و برو بریم. خب بچه‌ها، اینم از کاور موزیک تنها نظر از سیروان خسروی. همینطور که می‌بینید سیروان خسروی، بچه‌ها یه ذره قیافه سیروان تو این عکس شبیه دوستم فرزاد ماهانه. فرزاد ماهان یکی از تنظیم‌کننده‌های خوبمونه، نمی‌دونم واقعا خیلی شبیه هم اونجا. نکته‌ای که من فکر می‌کنم در مورد این عکس هستش، از خود اسم موزیک میاد و میگه تنها نظر و احساس میکنم این عکس حالا داره روایت یه درگیری رو میکنه که حالا مثلا سیروان با اون حالا طرف مقابلش پارتنرش دعوا شده، حالا اون لحظه داره به شیشه نگاه میکنه، حالا مثلا از یه عکسی گرفته شده و اومده به عنوان کاور انتخاب شده. من احساسم اینه و به خود حالا موزیک هم میخوره که میگه تنها نزار و اینجا اومده یه همچین کاوری یا روایتی از موزیک اومده به تصویر کشیده. خیلی دیگه فلسفیش کردم و عالیه واقعا. میسته که بین سیروان و داداشش خیلی مشترکه، کاورهای هر دوشون همیشه ساده است، اسمشون رو میزنن و حالا اسم موزیک. به هر حال کاور قشنگیه و واقعا پشتش ایده است. بزن بریم که خود موزیک گوش کنیم. بچه ها این لایو هم داشت تو کنسرت، دیگه گفتم خود موزیک گوش کنیم، اونو من خیلی دم ریاکت رفتم. واقعا یه لحظه اجازه بدین همین اولش ببینید چقدر موزیک تو همون ثانیه‌های ابتدایی خفن شروع شده و واقعا آهنگسازیش بی نظیره. یه بار دیگه بم 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 برو بریم که بریم سیروان چیکار کرد با این موزیک. آها تو سیدی از من بابا آرزوهامو بای من از تو دارم تنهاییامو. بچه ها ببینید چقدر قشنگ گفته، میگه دزدیدی از من آرزوهامو، من از تو دارم تنهاییامو. به خود موزیک میگه تنها نظر قشنگ مرتبطه. پروازو دیدی بالا پرت خودشو میگه خالی نکن تو این خونه رو. بچه این اسمت اگه دقت کرده باشی میگه تنهام نظر و خالی نکن خونه رو، برمیگرده به همون چیزی که در مورد کاورش گفتم که یه درگیری داشتن و حالا مثلا زده شیشه رو شکوند و سیروان داره توی خودش نگاه میکنه و تنها شده. احساس میکنم به اون موضوعی که میگن مثلا زن کانون گرم خونه است و چراغ خونه است، اینا یه ذره رب داشته باشه. چون چیزی که من حالا با تجربه خودم میدونم اینه که ترانه سرا خیلی به این نکات حالا مثال های ادبی اینا دقت باید بکنه و از همه اینا باید کمک بگیره که یه ترانه خوب بنویسه و تولید کنه. فکر میکنم اینا همه درست باشه چیزی که دارم میگم و اگر من فکر میکنیم من اشتباه میگم حتما از من تو کامنت ها بهم بگین. خودش بخونه میکس مستر همهش به خودت وای اینجا رو هر جای این شهر رد من و تو وای کی عاشقی کرد قد من و تو گفتی میمونی
یه جای دیگه گیر بود. واقعا براش متاسفم که سیروانو داشت و قدر سیروانو نداشت. خاک تو سره. خاطرهامون از خاطره اینجا خیلی وقته که این خیابون تو بارون ندیده ما رو با هم دیگه بدون تو که دنیا میره نمیخوام یه لحظه دنیا رو دیگه بچه واقعا افسوس میخورم که کرونا باعث شده که همچین خواننده‌ای نتونن کنسرت بذارن و آدم نتونه بره واقعا لایو سیروان رو به خصوص گوش کنه. واقعا حیف. ببینید همیشه تو کارهایی که سیروان داره بیشتر وقتا گیتار الکترونیک استفاده میشه و یه نکته خیلی جالب حالا شاید خیلیتون ندونید، سیروان خیلی سبک کاریش به غربیا میخوره و من شنیدم که بعضی از کاراشو حالا تنظیمش رو یه فری تو سوئد انگار انجام میده یا سوئیس، نمیدونم، یکی از این دو تا کشور بود چیزی که من شنیدم و واقعا این خاص بودن سیروان رو میرسونه که سعی میکنه کاراشو با افراد حتی بین‌المللی ببنده و میبینید که واقعا کاراش هم ماندگار همیشه. حالا چیزی که من میخوام واقعا در مورد سیروان بگم اینه که سبکش خیلی خاصه و با اینکه داره تو پاپ فعالیت میکنه ولی میبینید که راکو خیلی تو کاراش میاره. نمونه بارز سیروان رو ما میتونیم تو رپ هم ببینیم که میزنه، حالا خودش هم توضیح داده که میگه من خیلی دوست دارم تو رپمون راکو بیارم ولی جی جی نمیذاره، مثلا خیلی با هم دیگه به قول معروف تفاهم ندارن سر این دو تا مطلب. و چیزی که هستش واسم حالا یه آدرسی بدم که حالا بچه‌ها خیلی راحت‌تر بتونن منظورم رو درک کنن و می‌بینیم که این دو تا شخصیت چه تو پاپ چه تو رپ این مدلی هستن و واقعا هر دوشون بی‌نظیرن که سیروان که دیگه فبها تنها نزار اون بک وگال تحت ها داره میگه دمون شد. خب بچه ها دمتون گرم، مرسی که اینجا همراه بودین. اینم از موزیک تنها نزار از سیروان خسروی. همینجور که گفتم واقعا این بشر بی نظیره و هیچی کم نداره، هرچی ازش بگم کمه و خاص بودنش هم همین تو تنظیمشه و نکته که گفتم کاراشو بعضی از افراد خارجی حالا تنظیم میکننه. واقعا برات آرزو موفقیت میکنم و خیلی از خدا میخوام که زودتر این کرونا تموم بشه و کنسرتاش باز بشه، بریم تو کنسرتش لایوشو گوش کنیم و شنیدن صداش لذت ببریم. در آخر از اینکه میخوام که حتما چند از وقت بذاری کانال ما سابسکرایب کنید، علما زنگ رو فعال کن، اینو لایک کن و تو کامنت نظرات برام بنویس. اگرم از فن پیج سیروان خسروی هستین دیگه واقعا سفارش نکنم، به خاطر خود سیروان شده پرچم ببریم بالا و تعداد لایک و ویو اینا رو دیگه بهتر کنیم. من چیزی نگم، اگرم چه بالا فن پیج هستین چه فن پیج نیستین، هر موزیکی که مد نظرتون دوست دارین من براتون ویدیو بگیرم ریاکشن نشون بدم، حتما حتما تو کامنت برام بنویس و منم حتما این کارو براتون انجام میدم و ویدیو براتون میگیرم. خیلی دوستتون دارم و تا یه ویدیو دیگه خدافظ.